وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. شرکت توانی بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین انه خیر و ناصر و معین assistance from him. درود می فرستیم به روان پاک و مطهر بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حضرت روح الله شهیدان انقلاب اسلامی شهیدان مدافع حرم و به ویژه سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی عرض سلام و ادب دارم به محضر رهبری عظیم الشأن انقلاب اسلامی و آرزوی طول عمر با عزت و صحت و سلامت برای ایشان ضمن عرض سلام و ادب به حضور همه میهمانان عزیز حاضر در این جایگاه حضور ارزشمند ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله دکتر رئیسی و هیئت محترم عالی رتبه همراه ایشان را در آیین با شکوه
افتتاح پست و خط جدید تبادل انرژی برق بین ایران و پاکستان پلان به جیونی خیر مقدم عرض می کنم. همینطور محضر ملت شریف ایران که از قاب تلویزیون، رسانه ملی و شبکه استانی هامون نظارگر این مراسم هستند. هماری دوست اور پروسی پاکستان که معزز وزیر اعظم جناب شهباز شریف هم آپ کو اور آپ کی ساتھ آنے والے فوت کو ایرانی جمهوری اسلامی سرحد زیرو پوینت اور بائی چاری اور تاریخی محبت کے سرحد پر خوش آمدید کہی ہے. زندہ باد ایران، پاینده باد پاکستان. اینجا پیشانی مهتاب مکران، زادگاه سعدی بلوچستان، مولانا عبدالله روانبود علیه الرحمه، جلگه گوهرخیز و مرز ابدی ایران زمین پیشین فرهمند است. پیشین سرزمین مردان مرد و رستم خصال و پهلوان کمالان هود در شرقی ترین نقطه جغرافیای با شکوه ایران زمین، خار و خسش لعل و گوهر و زمینش بهشت است. مرزی که در طول تاریخ به ازای هر شنریزش شهیدی بر دیوار ستبر مرز افسون شده و خواهد شد. سپاهی ز گردان کوچ و بلوچ، سگالید جنگ و براورد خوچ، کسن در جهان پشت ایشان ندید، برهنه یک انگشت ایشان ندید. به سرزمین سلحشوران مرز نشین و سرشار از مائده های آسمانی خوش آمدید. دعوت میکنم از حضور برادر عزیز و ارجمندم جناب آقای دکتر مهرابیان، وزیر محترم نیرو، برای حضور در جایگاه. صلواتی نرد بفرمید. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه عزیزان. عرض تشکر دارم از حضور ریاست محترم جمهور، جناب آقای دکتر رئیسی و وزیر محترم امور خارجه، و همچنین عرض خیر مقدم دارم خدمت برادر عزیزم نخست وزیر محترم جمهوری اسلامی پاکستان، وزیر محترم امور خارجه پاکستان و همچنین وزیر محترم انرژی جمهوری اسلامی پاکستان و هیئت همراه که در این مراسم حضور پیدا کردند. قدر مسلم از مهمترین سیاست‌های دولت مردمی حضرت آیت الله رئیسی، افزایش سطح همکاری‌ها با کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همسایه است که خوشبختانه در چارچوب این سیاست‌ها ما شاهد افزایش و رشد تبادلات اقتصادی و فرهنگی و سیاسی در منطقه هستیم که اثرات اون در اقتصاد و بهبود وضعیت و شاخصهای در واقع رشد و توسعه هم نمایان هست. جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان سابقه همکاری تاریخی و دیرینه دارند و با فرهنگ مشترک، با همسایگی، دین مشترک، در واقع سابقه درخشان در همکاری ها در طول ادوار و تاریخ خودشون دارند که هم ایرانی ها و هم مردم عزیز پاکستان به این همکاری ها افتخار می کنند. ما بسیار خرسند هستیم و خوشحالیم که امروز شاهد افزایش
سطح همکاری ها در حوزه اقتصادی هستیم. طبیعتاً موضوع انرژی به عنوان یکی از ظرفیت های مهم همکاری های بین دو کشور محسوب می شود و از دیرباز مورد توجه بوده و در سالهای گذشته هم در دولت‌های دیگر در این زمینه تلاش‌هایی برای افزایش سطح همکاری‌ها در این زمینه به عمل آمده. لیکن با روی کار آمدن دولت مردمی و سیاست‌هایی که عرض کردم و تبادلات سیاسی که بین دو کشور وجود داشت، سال گذشته ما مفتخر بودیم که در خدمت برادر عزیزم جناب آقای دستگیر خان بودیم و در اونجا توافق کردیم که هرچه سریع‌تر خطوط انتقال برق رو گسترش بدهیم و بتوانیم در مبادله برق مزیت‌های منطقه و مزیت‌های کشورهای دو طرف رو در نظر بگیریم. در یک اقدام بسیار حساب شده دقیق و کارشناسی در حداقل زمان با بکارگیری تجهیزات و فناوری ایرانی با استفاده از ظرفیت‌های پیمانکاران دو کشور به ویژه پیمانکاران ایرانی جناب آقای رئیس جمهور ما موفق شدیم در یک زمان حداقلی این خط رو به همدیگه متصل کنیم، خطی که امروز انشالله با دستور ریاست محترم جمهور و نخست وزیر محترم پاکستان افتتاح می شود. خطی هست به طول 80 کیلومتر بین منطقه پولان و منطقه جیوانی بین جمهوری اسلامی ایران و پاکستان. ناحیه ایران در سالهای گذشته اجرا شده بودش، ولی ناحیه پاکستان به طول 30 کیلومتر در حداقل زمان این خط به بهره برداری رسید که در نوع خودش یک رکورد زمانی محسوب می شود. صادرات فنی و مهندسی به عنوان مهمترین ظرفیت صادراتی جمهوری اسلامی محسوب می شود که ما مفتخریم که صادرات در حوزه فناوری‌های برق و آب در صدر در واقع این ظرفیت‌ها وجود داره و آمادگی خودمون رو در همین جلسه اعلام می‌کنیم تا بتوانیم سطح همکاری‌های برقی بین دو کشور رو بیش از پیش افزایش بدیم و انشالله در صورت توافق رؤسا ما بتوانیم پروژه‌هایی رو در زمینه توسعه برق در حداقل زمان اجرا کنیم. من این نکته را عرض کنم، تبادل برق بین جمهوری اسلامی ایران و تمامی کشورهای منطقه جزء سیاست‌های وزارت نیرو هست که این امر باعث پایداری شبکه و امکان تأمین برق در ایام مختلف سال رو برای ما فراهم می‌کند. طبیعتاً ما در تراز صادرات و واردات ابتدا نیازهای داخل کشور رو در واقع محاسبه می‌کنیم و در زمان‌هایی که ما برق مازاد داریم امکان صادرات بیشتر و در زمان‌هایی که شبکه نیاز به برق بیشتر دارد تراز واردات رو افزایش می‌دهیم که این امکان برای تأمین برق شبکه وجود داشته باشه. البته طبیعی هست که با افزایش در واقع قدرت شبکه، با اتصال شبکه به برق‌های به اصطلاح کشورهای همسایه و کشورهای منطقه، سطح پایداری به شدت افزایش پیدا می‌کند. امروزه ما با کشورهای مختلف این تبادلات رو داریم، لیکن در طی یک سال گذشته بالغ بر 25% ظرفیت تبادلات برقی کشور افزوده شد با خطی که بین ایران و پاکستان اجرا شد و خط 600 که بین جمهوری اسلامی ایران و ترکیه اجرا شد. در آینده نزدیک ما شاهد در واقع سنکرون شدن شبکه برق جمهوری اسلامی ایران و کشور روسیه از سه مسیر خواهیم بود، همچنین با کشور قطر در حال مطالعه اجرای خط دریایی هستیم که انشالله خطوط برق جمهوری اسلامی به کشور قطر هم انشالله متصل بشود
و تقریبا تمام ظرفیت های منطقه رو برای پایداری شبکه انشالله ما استفاده خواهیم کرد. من از حضرت عالی و جناب آقای نخست وزیر پاکستان تشکر میکنم بابت پذیرفتن دعوت ما و حضور در این مراسم. با عرض تشکر. آقای رئیس جمهور فرمودن که اگر جناب عالی اجازه بفرمایید خط رو برقرار بکنن و امکان تبادل برق فراهم بشه، اگر حضرت عالی عنایت بفرمایید دستور بفرمایید این کار انجام بشه. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد افتتام کنیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد، پست جدید تبادل انرژی برق بین جمهوری اسلامی ایران و پاکستان با اجازه رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران افتتاح گردید. ضمن تشکر از برادر عزیزم جناب آقای دکتر مهرابیان وزیر محترم نیرو، دعوت میکنم از ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله دکتر رئیسی برای ایراد سخنانشون. خواهش میکنم به افتخار خودتون و میهمانان عزیز حاضر دست بزنید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. بسیار خرسندم از اینکه امروز یکی از جلوه های همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشور دوست، برادر و همسایه و عزیزان ما در پاکستان رقم میخوره. کشورهای ایران و پاکستان روابط بسیار عمیق و عریقی دارند. ریشه این ارتباط برمیگرده به اعتقادات و باورهای دو ملت و دو کشور. روابط دینی، اخلاقی، Iran and Pakistan enjoy deep-rooted relations, and the root of this these relations goes back to the beliefs of the two countries' people and countries, religious ties, ethical ties, civilizational ties which exist between the two countries. Today, relations between Iran and Pakistan are exemplary ones. The dear nation of Pakistan is a very understanding and religious people, and they are keen on, they are interested in the Islamic revolution of Iran. Our relations with Pakistan in different areas, we have had relations in different areas since the beginning till today, and these relations are improving day by day. In the political, social, economic, cultural domains. And today, the two countries are set to further upgrade these relations, to increase them from the current level. I wholeheartedly congratulate the Pakistani president and foreign minister and other officials. I wholeheartedly welcome them here at this border point on Iranian soil in order to inaugurate a project, a joint venture between the two countries
It is a project on the exchange of energy and electricity, and a substation which is inaugurated here between the two countries. This project should have been inaugurated years ago, but it was delayed due to different reasons. However, the potential exists in currently there is a capacity of 100 megawatts of electricity, but this capacity can be increased for the exchange of energy between the two countries. Thanks to the Islamic Revolution of Iran and thanks to the guidelines of the late Imam Khomeini, as well as the leader of the Islamic Revolution, despite the threats and sanctions by the enemy, we on the back of efforts by young Iranians and Iranian intellectuals in different areas, in different energy sectors, and by enjoying the necessary technology and know-how, major steps have been taken in such a way that, despite the will of the enemy today, we have capabilities, potentialities in the country. We have neutralized all these sanctions. Efforts made inside the country, maybe it's unbelievable for some people who are not aware of the so much progress made in Iran thanks to the efforts made by our youth. One of the sectors in which much progress has been made is energy, electricity, oil and gas. Our country, it produces and exports those items, and good progress has been made in this field, and efforts have been made to change it into a knowledge-based sector, the energy sector. We are fully prepared to further deepen our relations with our neighboring country, Pakistan, in the energy sector. We can take further and larger steps in this field. The potentialities are there to take further steps. So I'd like to ask to thank the dear energy minister, as well as other contractors who have finished the job in a short period of time, because we were behind the schedule with the project, and this was a problem for both our friends in Pakistan and in Iran. So they decided to make up for that. In a matter of 9 months, they managed to pull it off, and today we are inaugurating this project. Despite the exchange of energy, today we see with our neighboring countries, based on the good neighborly policy, we are set to further deepen our relations. We also actually border markets between two countries are becoming activated, and we inaugurated one border market in the no man's land, but six other border markets are being prepared as well in order to further exchange, to further boost exchanges on the border between the two countries. It will both create jobs and also boost trade between the two countries, to boost retail trade. And at a higher level, we are engaged in our economic and trade work with Pakistan. An important point in this connection is that this meeting
You see, the Prime Minister of Pakistan is present here at this border point, and I'd like to thank them all and all those involved in this project. May God bless them all and bless them all. The message of this project is one of security. That means that we see security on the border between Iran and Pakistan, and we consider the border as an opportunity, not a threat. Our borders are an opportunity for border exchanges, are an opportunity for boosting security between the two countries, as well as among Islamic countries. Insecurity in Pakistan today is regarded as insecurity in Iran, and the slightest insecurity along the border on the Iranian side is considered insecurity on the Pakistani side. And security in the region is very important for us. We deeply believe that regional issues could be resolved through regional dialogue. The interference by foreigners will never ever solve any of our problems. The presence of foreigners in our region is considered as a threat. Their presence will solve no problem. We can solve our problems by holding talks among high-ranking officials in the region. The interference and presence of foreign countries in the region, well, we can see an example of that interference and presence along our borders, between our borders. Also, the presence of 2 decades of U.S. presence in Afghanistan resulted in bloodshed, destruction, and a large number of people being actually disabled. We only have 35,000 disabled people in Afghanistan, and this is the result of the U.S. presence in Afghanistan. Everybody came to the conclusion that the presence of the U.S. in Afghanistan and in the region will not bring security and will only disrupt security. However, cooperation between Iran and Pakistan can lead to lasting security in the region. Economic and trade cooperation between the two countries, cooperation in the domain of science and technology can further contribute to the development of both countries. Once again, I'd like to thank Mr. Shahbaz Sharif, the respected Prime Minister of Pakistan, as well as his entourage. I'd like to thank them and I welcome them. I hope that this ceremony will be a manifestation of cooperation between the two countries, and I hope the level of cooperation between two countries will further increase. May God bless you all. عزیز و دوست and از کشور پاکستان در این مراسم خیر مقدم ویژه عرض می کنم و از نخست وزیر محترم پاکستان هم بابت حضورشون در جمهوری اسلامی ایران قدردانی می کنم. امیدوارم افتتاح این پروژه بسیار مهم باعث استحکام هرچه بیشتر پایه های مودت و دوستی بین دو کشور باشد و همیشه افسون برگذشته شاهد افتتاح این چنین طرح‌هایی بین دو کشور دوست و برادر ایران و پاکستان باشیم. می پاکستان که معزز وزیر اعظم محترم بای شهباز شریف کو دعوت دیتا هو تشویقشون بفرمایید. خواهش میکنم. زحماتشون و حضورشون و تشکر میکنیم به خاطر تلاش بسیار قابل تشویق و تشکرشون در رابطه با این طرح و طرح‌های از این قبیل که یه فرصت آئی ہے اور آپ تشریف لے کر آئے ہیں. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. His Excellency Dr. Ibrahim Raisi, the President of Islamic Republic of Iran. His Excellency Muhammad Shahbaz Sharif, Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan.
جناب آقای شهباز شریف friend, brother and counterpart Dr. Behrabian, the Minister of Energy of Iran, ministers, parliamentarians, ladies and gentlemen, the poet Iqbal Lahori said, Karenge ahle nazar taza bastiyan abad. Those with vision will create new towns and new dwellings. And so we are distinctly honored by the leadership of Dr. Ibrahim Raisi and by the leadership of Mohammad Shahbaz Sharif, that as heads of their respective countries, they provided us, me and Dr. Mehrabian, with the leadership that we were able to complete this Polan Jeevni transmission line in record time. When I visited Tehran back in June 2022 last year and signed the agreement, it seemed difficult that we will be able to do it on time. So I want to thank our partners in Iran, Tawaneer and Sunir, for making it possible, and their counterparts in Pakistan, the National Transmission and Dispatch Company, as well as the Quetta Electric Supply Company, for making some extraordinary efforts. There were big challenges of floods for many weeks because of extraordinary rains. There were equipment shortages, but every time there were issues, we resolved them. And today we have this great blessing by Allah Almighty that we are able to deliver this new energy connectivity between Pakistan and Iran. Ladies and gentlemen, we expect that this new transmission line and the border market, the two leaders have inaugurated this afternoon, these projects will unlock development in these regions and provide our brothers and sisters who live here with the prosperity and opportunity, particularly because access to electricity leads to structural transformations. And we expect that by this provision of Iranian electricity to Gwadar, the energy needs of Gwadar will be fulfilled for the foreseeable future. It will unleash, we expect, industrial development in Gwadar. So once again, by thanking first of all Allah Almighty, our two leaders, I'll just conclude by saying that every day when the port operations of Gwadar will be powered, and every evening when the lights in the city of Gwadar and in the areas of around it will come on, that light will be a permanent reminder of the friendship, brotherhood between Pakistan and Iran. I thank you, ladies and gentlemen. Pakistan, Iran, dosti zindabad. تشکر میکنم از برادر عزیز و ارجمندم جناب آقای دستگیر خان وزیر محترم نیروی کشور دوست و برادر پاکستان و ضمن تشکر و قدردانی مجدد از همه شما حضار حاضر و خیر مردم خدمت نماینده معزز ولی فقیه در استان و استاندار محترم دعوت میکنم از برادر عزیز و ارجمندم جناب آقای شهباز شریف نخست وزیر محترم پاکستان برای ایراد سخنانش. بسم الله الرحمن الرحیم. عزت ماب آیت الله سید ابراهیم رئیسی، صدر اسلامی جمهوری پاکستان ایران، انتهایی قابل احترام مزرای کرام پاکستان اور ایران، پارلمنٹیرینز اور ممبران پارلیمان، اور میرے انتہائی قابل احترام ایرانی بھائی اور پاکستانی بھائی، ایرانی و برادران پاکستانی، السلام علیکم. سلام عرض میکنم. آج امروز پاکستان اور ایران کی تاریخ میں و در تاریخ ایران و پاکستان ایک
نئے باب کا اضافہ ہوا این یک باب تازه هست که باز شده اس میں کوئی شک نہیں در این مورد هیچ شک نداریم که ایران اور پاکستان دو برادر ملک ہیں دو کشور برادر هستند جو کہ اسلامی رشتوں میں در محبت اور اخوت کے رشتوں میں اور ثقافتی رشتوں میں فرہنگی نہ صرف جڑے ہوئے ہیں نہ فقط با ہم پیوسته ان بلکہ ہماری تاریخ بلکہ دا تاریخ جو ما صدیوں پر محیط ہے تاریخ ما مشتمل بر قرن هاست میں اپنے انتہائی قابل احترام بھائی من به برادر خیلی قابل محترم خود جناب صدر ایران آپ کا جناب رئیس جمہور ایران دل کی عطا گرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے خود تشکر میکنم میرا اور میرے تمام ساتھیوں کا شما از من و از حیات نہ صرف بڑا پرتبان پاکستان استقبال کیا خیلی خوب است بلکہ خوش آمد گفتید محبت اور اخوت کے پھول برسائے بابا گلهای اخوت و عشق بہت ہی آپ کا کہ شما بر ما آج ہم نے امروز ما پشین مند مارکیٹ کا افتتاح کیا بازار مزد را افتتاح کردیم اور اس طرح کی مزید مارکیٹس و چنین بازارها چھے شش تا دیگر بازار دیگر تاسیس خواهد شد ساخته می شود اور اس نظام سے و از این سسٹم نہ صرف نہ فقط پورے اس خطے میں تمام این منطقے خوشحالی اور ترقی کا خوشحالی و پیشرفت نئے سفر کا آغاز ہوگا صورت میں گیرد و یک بلکہ آغاز سفر جدید پیشرفت ہے سنگ میل ہے این یک ایران و پاکستان کے ایران و پاکستان تجارتی روابط میں از روابط تجارتی ایران و پاکستان اور خوشحالی کی کاوشوں میں و در کاوش های پیشرفت و خوشحالی ابھی ہم نے 100 میگاواٹ کی الان ما ٹرانسمیشن لائن صد خط کا افتتاح کیا ہے 100 میگاواٹ را افتتاح کردیم جس سے کہ گوادر کے کہ شہری مردم گوادر مستفید ہوں گے استفادہ خواہند کرد من اس حوالے سے در این مورد ہمارے بھائی از برادر خود ایران کے منسٹر وزیر محترم ایران مہرابیان کا انتہائی شکر گزار ہوں مہرابیان تشکر میکنم ان کی ٹیم کا شکر گزار ہوں و از تیم ایشان اور منسٹر آف پاور پاکستان از وزیر و از وزیر انرژی پاکستان جناب آقای خرم دستگیر تشکر میکنم سب سے بڑھ کر و از همه بیشتر از برادر محترم خود صدر ایران کا بہت ممنون رئیس جمهور ایران که جنہوں نے اس منصوبے خیلی ممنون هستم و تشکر میکنم که با مساعی ایشان ذاتی دلچسپی لی که ایشان در این پروژه علاقه شخصی داشتن این پروژه متاسفانه کئی سالوں سے التوا سال به التوا کشیده بود اور اس میں بے تابی گفتاده بود و ایران در آن هیچ نقشی ندارد صرف پاکستان کی این تنها از طرف پاکستان بود که این پروژه به تابی گفتاد دیر آئے درست آئے اما می گوییم که دیر آئے درست آئے آج نہ صرف یہ منصوبہ 100 میگاواٹ امروز نہ فقط این پروژه یہ 100 میگاواٹ یہ روب عمل ہوا ہے بے عمل آمدے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ایران فکر میں کنم کہ ایران و پاکستان بین این دو کشور بجلی کے منصوبوں میں پروژه های انرژی برقی پٹرولیم کے منصوبوں میں پتروشیمی بے پناہ گنجائش ہے ما ظرفیت زیادی داریم که در این زمینه بیشتر پروژه ها داشته باشیم آج ہم نے اپنی گفتگو میں امروز ما در صحبت خود درباره این تمام موارد این تمام موارد دو جانبه تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو بطور مفصل صحبت کردیم اور انشاءاللہ و انشاءاللہ به امید خدا پوری امید ہے کہ من امیدوار هستم که من محترم بھائی صدر ایران از برادر محترم ما
رئیس جمهور با معاونت ایشان ما هر دو کشور با هم سعی می کنیم برای پیشرفت مردم این دو کشور و این پروژه ها را تعمیر کریں گے تعمیر و انشاءاللہ تمام مشکلات و به امید خدا تمام چالش های راه را حل خواهیم کرد آج ہم نے و از بین خواهیم برد شمسی توانائی سے امروز ما از طریق انرژی خورشیدی تولید برق در بریان صحبت کردیم اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں و من تشکر میکنم از جناب اپنے بھائی صدر ایران آقای رئیس جمهور محترم ایران جناب آقای ابراهیم رئیسی بغیر تاخیر که بدون هیچ گونه تاخیر بر این پروژه اتفاق کردن توافق پیدا کردن و به امید خدا ما اپنی تیم بہت جلد تهران تیم خود را تهران خواهیم فرست اور انشاءاللہ ایران سے بھی و انشاءاللہ میرے بھائی تشریف لائیں گے دعوت میکنیم که دوستان ما از ایران هم تشریف خواهند آورد میں نے ما به ایران در پاکستان دعوت میکنیم اپنے بھائی صدر من از برادر محترم خود رئیس جمهور ایران یک بار دیگر دعوت به دیدار پاکستان دعوت میکنیم که ایشان به پاکستان تشریف بیاورند و برادرانه درخواست کیا ہے کہ از ایشون این در استدعا برادرانه دارم که قبل از اتمام دوران دولت ما که 16 ماه اوت تمام می شود و من امیدوار هستم که شما قبل از آن در پاکستان تشریف می آورید و فرصت میزبانی به ما عطا خواهید کرد پاکستان کے عوام مردم پاکستان منتظر دیدار شما هستند میں یہاں پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں من اینجا بیشتر می خواهم بگویم کہ ایران و پاکستان اسلامی اخوت محبت کے رشتوں میں جڑے ہوئے ہیں در پیوند اخوت اسلامی مگر ہماری جو پیوستے ہیں تجارت اما تجارت ما باہمی سرمایہ کاری اور سرمایہ کاری باہمی ما و در زمین های مختلف ہمکاری ما اس محبت اور رشتے کی عکاسی نہیں کرتا این پیوند عشق را نشان دره آن نیست لہذا ہمیں پس ما باید بیشتر در این زمینه پیشرفت کنیم اور میں و من ایران کو یقین دلاتا از رئیس جمهور ایران کہ انشاءاللہ مجھے وہ اس سفر میں میگویم کہ من در این سفر با خود ہم رکاب پائیں گے نہ فقط من را ہم قدم خود خواہن دید قدم اٹھاؤں گا من ہم قدم شما هستم در این پیشرفت پاکستان کے ایک مشہور شاعر یک شاعر مشہور علامہ اقبال کے در ایران ایشان را اقبال لاہوری سے اقبال لاہوری می گویان اور ان کا یہاں پر تہران میں میں نے و اینجا در تہران من خودم مشاہدے کردم وہاں پر گیا تھا اور ان کا در من تہران رفتے بودم و آنجا باقاعدہ وہاں پر پلاک موجود بطور ویژے انہوں نے جسم ایشان موجود است ایشان در شعر خود فرمودن کہ تہران ہو کہ اگر تہران عالم مشرق کا جنیوا جنوے یہ عالم مشرق بشود شاید کرہ ارض کی تقدیر بدل شاید سرنوشت این جہان تغییر پیدا کند اور اسی طریقے سے ایران کے ہمچنین ایک شاعر تقی بہار ایران شاعر محمد تقی بہار مشہور شاعر ایران کے ایک شاعر معروف ہے ایران حسن پاکستان کے لیے ایشان ہم دربارے یہ پاکستان شاعرانہ انداز میں دعا کی تھی بے نحو شاعرانے برای یہ پاکستان دعا کردن و این دعا کردن کہ خدا ہمارے برادر ملک پاکستان بے برادر رحمت نازل کرے بر کشور برادر پاکستان ما اور پاکستان رحمت خود را و پاکستان را از هر نوع مشکل پاکستان کو دور نگه دارد و هیچ نوع مشکلی برای پاکستان ایجاد نشود یہ ہیں وہ محبت بر این هستند آن خیالات ایران کے بھائیوں اور بہنوں کے تفکر و خیالات اور پاکستان کے بھائیوں در اور بہنوں کے دلوں دل مردوں میں ایران و پاکستان و در قلب مردوں میں ایران ہر دو کشور
یہ تاریخ ہے، این تاریخ ایران است که جب پاکستان، وقتی که پاکستان نے اپنی آزادی کی آنکھ کھولی 1947 میں، وقتی کے چشم آزادی را باز کرد، تو ایران وہ پہلا استقلال را پیدا کرد، ایران اولین کشوری بود جس نے کہ پاکستان کو فل فور استقلال پاکستان را بدون هیچ نوع تاخیر تسلیم کرد. اور پھر جب ایران میں و وقتی که در ایران 1979 میں انقلاب آیا، در 1979 انقلاب اسلامی صورت گرفت و پاکستان اولین کشور در جهان بود که انقلاب ایران را یہ ہماری تاریخ تایید کرد. این از تاریخ ما. من فکر میکنم آج کے اس تاریخی دن که در این روز یہ فیصلہ تاریخی امروز ما باید تصمیم بگیریم که هر دو کشور، مردم هر دو کشور، رهبران هر دو کشور، عظیم وزرای هر دو کشور، ممبران پارلمان هر دو کشور باید دونوں ممالک میں با هم باید برای پیشرفت و خوشحالی هر دو کشور یک نوع انقلاب را برپا کنیم. اور یہ مشکل نہیں ہے و این کار مشکل نیست، این ممکن است. تمام تر مشکلات کے باوجود بھی، باوجود تمام مشکلات، میرے محترم تمام چالش ها، برادر محترم من رئیس جمهور ایران جناب آقای ابراهیم رئیسی بارڈر کے اوپر، ایران پاکستان در امتداد مرز ایران و پاکستان گفتگو فرمائی، سخن حرف های خیلی موزون را آرائی کردن و من قبلا هم ذکر کردم و من بار دیگر میگویم دل کی عطا گرائیوں سے کہنا چاہتا از عمق قلب خود میخواهم بگویم ایران پاکستان کا بارڈر جو ہے کہ این مرز ایران و پاکستان برادری، محبت، اخوت، علامت برادری، اخوت، پیشرفت و این مرز خوشحالی است، این مرز پیشرفت است، این مرز یہ سلامتی کی علامت ہے، علامت امنیت است، صلح است. بارڈر سیکیورٹی کے حوالے سے کسی کو کوئی ذہن میں در مورد امنیت مرزی اگر کسی در ذهن خود هیچ نوع مشکلی اگر دارد، ہم دونوں برادر ممالک اپنے نباید هیچ گونه بیشکینی در دل خود، ما هر دو کشور برای امنیت مرز خود نه فقط تمام امکانات خود را از آن استفاده میکنیم، بلکه تمام امکانات خود را اس بارڈر کو امن اور سلامتی کا بارڈر برای امنیت و امتداد این مرز را، تمام امکانات را از آن استفاده خواهیم کرد. و در این زمینه من توصیه کرده بودم که بارڈر سیکیورٹی میکانیزم کو، که یک نوع میکانیزم امنیت مرزی را باید اون را کھڑی خواهیم کرد که جو تا اینکه دونوں ممالک، هر دو ممالک بین هر دو کشور، اگر در دلهای مردم این دو کشور اگر کسی می خواهد شگاف پیدا کند، اگر کسی می خواهد که بین عشق و برادری و محبت ما رخنه پیدا کند، ما باید عزائم آنها را از بین ببریم انشاءاللہ. جناب رئیس جمهور، من وقتی که پاکستان برمی گردم در این زمانه فوری یک جلسه را رائے می کنم جو تجاویز کے روشنی میں تمام توصیہ ہوا، تجاویز کے شما گفتید مناسب اقدامات نظر داشتے، اقدامات مناسب را سیکیورٹی میکانزم کے حوالے سے ایک میکانزم را درست کنیم برای محافظت دو جانبے در امتداد مرز. میں اقدامات در این زمینے خواہم کرد، من وقت بیشتر را نمی گیرم از مہمانان و بین داغذیے و گزار نمی خواہم کہ حائل باشم. یہ کہنا چاہتا ہوں بس من در آخر می خواهم بگویم آج یہاں پر آ کر کہ امروز اینجا کے ما آمدیم مہمانداری و از میزبانی شما و مہمان نوازی آپ کی میزبانی و میزبانی اور آپ کی دل سے جو محبت از محبت قلبی شما آپ چہروں پہ دکھائی دی کہ از قیافه شما روشن است، خیلی تحت تاثیر گرفتم، میری طرف تحت تاثیر آمدم. من از طرف خود به این مناسبت میں جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر، از رئیس جمہوری اسلامی ایران، ان کو میں اپنی طرف سے من به مؤدبانہ سلام پیش کرتا ہوں،
من به رهبر اسلامی ایران سلام عرض می کنم عوام کے اور ایران کے کروڑوں و به مردم میلیون های ایران پاکستان کے کروڑوں عوام از طرف مردم پاکستان سلام پیش کرتے ہوئے سلام عرض می کنم محبت اور خود کے پھول پیش کرتا ہوں و گل های محبت و عشق را هدیه می کنم یہ دو برادر ممالک و این دو برادر ممالک اور ہمسایہ کشور و این دو کشور ہمجوار بین این دو کشور ہمجوار اس سفر کو در این سفر بڑی تیزی سے یہ منازل طے کریں با تیزی این منازل ها را طے خواهیم کرد ایران پاکستان دوستی زندہ باد دوستی ایران و پاکستان زندہ باد با تشکر از حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران نخست وزیر محترم پاکستان و مقامات عالی رتبه دو کشور و هیئت‌های عزیز همراه گبد بولان بجلی ترسیلی منصوبے کی افتتاحی تقریب وزیراعظم محمد شہباز شریف نے منصوبے کی اور ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی نے من پشین بارڈر کراسنگ پوائنٹ پر من پشین بارڈر مارکیٹ پلیس پر بولان گنبد بجلی ٹرانسمیشن لائن کا مشترکہ طور پر افتتاح کر دیا وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں اس وقت تقریب سے خطاب بھی کر رہے تھے ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایرانی صدر نے میری دورہ پاکستان کی دعوت قبول کر لی اس میں میں بہت زیادہ نہایت شکر گزار ہوں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے فروغ کے اندیے کے طور پر بارڈر مارکیٹ کے احاطے میں ایک پودا بھی لگایا اس موقع پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری وزیر توانائی خرم دستگیر وزیر اطلاعات منی مورنگزیب اور پاکستان اور ایران کے اعلیٰ حکام بھی موجود تھے آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ایرانی جو دورہ کیا گیا ہے ایرانی صدر کی جانب سے وہ خوش آئند ہے اور اس سلسلے میں تمام تر کڑیاں جو ہیں وہ جوڑ کر رکھیں گے اور ایران کی دوستی پاکستان کے ساتھ یہ ہمیشہ قائم رہے گی انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے ایران کے منصوبے اب ہم لے کر آگے بڑھ رہے ہیں وہ تمام تر آگے جا کر منصوبوں کو اچھی طریقے سے پورا کریں گے